سلام دوستان، من رام هستم و اون دیوونم اونور سهیله و برنامه مسجد خوش اومدید. البته نه من دیگه زیاد مست میکنم نه سهیل زیاد چت میکنه، حالا نمیدونم، ما یه گوی خوردیم اول بسم الله با اسم این برنامه. آره نه من دیشب یه گلی زدم به خاطر برنامه، گفتم که نمیشه دوزی. اصلا دلیل این که دوما نبودیم همین بود، سوبر بودیم، گفتیم آره زندگی همون به گرف سوبر شدیم و گفتیم که دیگه بیخیال مردم درس چیز بدیم، چی میگن عبرت، خودمون یاد بگیریم اول داستان چیه. آره فعلا ما ریدیم خودمون، ولی من و سهیل خیلی دلون باره هم دیگه تنگ میشه و هر وقت با هم سهیل از اون رفیقایی برای من که هر دفعه باش حرف میزنم انقدر زر میزنیم جفتمون، میگم چرا اصلا اینو ضبط نمیکنیم همین این. آره خدایی من اصلا در اینکه خونم پر دوربین کردم همینه، من گفتم یه روز یه اتفاق افتاد یه روز به درد بخوره، ولی هنوز نتونستم استفادهش کنم که مثلا میگم اوه خوبه یا نه. فقط اتفاقی هست که مامان بابام میخورن زمین و سوهاشون سور میخوره، از این صحنه ها زیاد دارم، مامان که پلا پرد میشه پایین، اینا زیاد دارم، ولی خیلی دارم میخواد مثلا کامرسیشون طبیعی آدم ضبط کنه مثلا اونو آپلود کنه بدون هیچ نوع ادیتی، بدون اینکه آقا این بحثی بود که داشتیم. دفعه آخر که خونش بودم دم در دیگه میگفت برو بیرون دیگه. آره من تو هم خب آخر با هم خیلی راحت صحبت میکنیم، فکر میکنم برای همین جفتمون هی حال میکنیم با هم دیگه زر بزنیم. آره ولی چون... آره این برنامه خیلی باحال و کولیه برای ما، دو تا رفیقی که انگار با هم همش دارن کچاپ میکنن دیگه. و حالا در آینده امیدوارم که بیشتر مستچت باشیم. آره من میخواستم یه گل بزنم صبح، بعدم نمیتونم چون میخوام ویدیو ضبط کنم و اینا، دیگه من داغون میشم. شاید اگه حال کردی وسط برنامه یه بریک بگیریم بریم بیایم معنا ببینم فرق صبح دو از این برنامه چند ساعته نشه اوتی جواب بزنیم آقا، همین 30 دقیقه 40 دقیقه فکر نه هر چقدر هست وسطش دیگه، اگه 10 دقیقه هست 5 دقیقه صبح 5 دقیقه فکر دارم. چی می‌خواستم بگم؟ آره ولی تو بگو، تو خیلی اتفاقای جالب افتاده، بلند شدی رفتی انگلیس. آره کلا قبل از که خود سوال هم میگه منم میگم آقا ما تمام فکر و ذکرمون پیش مردم ایران، ما آدمای سیاسی هستیم ولی علم سیاسی نداریم، بیشوریم. یعنی من حداقل خودم واقعا آدمی نمیبینم که بتونم نظر درستی بدم، نقد درستی بکنم، یا از اون راه هایی که بلدم سعی میکنم کمک کنم. فکر میکنم سوهیل هم تو همین کمپ باشه. خلاصه این تای قلب اون این داستان از ما همیشه آگاه هستیم که داره چه اتفاقی میفته و همین همیشه اون ابراز همدردی و همدلی رو دوست دارم بکنم اولین داستانم. به علاوه این که اینم بگم آدمایی که تو ترکیه به فنا رفتن اونا رو هم می‌خواستم یه شراط بکنیم، 7500 نفر مردن، قطعاً خیلی ناراحت کننده است توی یه ثانیه. اصلا آره خیلی این همش میگن توی اون منطقه بدترین زلزلهای دنیا تو اون منطقه خواهد بود. حالا بچگی دیدی ما یه چیزی هم میگن نمیدونم چقدر این ساعت داره این حرف یا نه، به خاطر اون چی میگن تکتونیک پلیت هایی که اونجا وجود داره توی اون منطقه، ولی واقعا وحشتناکه. یعنی نه تنها اون همه آدم جونشون از دست دادن بلکه کلی میسپیس شدن، خونه زندگیشون از دست دادن اصلا یه. ولی میخوام اینو بگم در ادامه این حرف که شاید یه حرف شاید خودخواهانه تری باشه در این مبحث، اینه که من یه ذره اخبار کمتر دارم میخونم کلا دیگه این چند وقته، و برای نه اینکه تا آخر عمرم بخوام اینجوری باشه، ولی واقعاش برای سلامتی روی روانی خودم. و دروغ چرا؟ واقعا حالم بهتر شده سوهل. نه من میگم ببین من به جون مامانم صبح گریه میکردم، به خدا دارم میگم، تو تختم بلند میشدم فقط منتظر بودم النا از خونه بره بیرون پاشو من مدرسه، من بشم دل سیری 5 دقیقه گریه کنم، چون صحنه که میدم اصلا بغض میواد اینجا. بخوام من دو تا بچه دارم دیگه، من اینا رو هی ریلیت میکردم، میگفتم این که مرد بابای بچه بود، اگه من میمردم پاشو مامکو چی میشدن، بچه که من بود اگه پاشو مرد چی میشد، دختر که من اگه مامکو. حد انقدر عصبانی بودم، بعدی گفتم که ببین من که ایران زندگی نمی کنم، من که هیچ گوی نمیتونم بخورم، من اگه اینو موفق بشن خوشحال میشم، موفقم نشن تو همین گوی که هستی میمونیم، من الان چرا دارم خودم رو بی‌ناموس میکنم؟ رفتم تو یه رو تمام بی بی سی من و تو همه اینا رو ایران نیوز هر کدومو بود و همه رو پاک کردم. بعد قشنگ همین حرفی که تو میزنی قشنگ صبحام آروم‌تر شدم، یه خورده دقال تو خودخواهانه است، ولی واقعا داشتم دیوونه میشدم، چون میخواستم مثلا برم بیرون خودم رو بندازم زیر تانک، ولی آپشن هیچی رو ندارم، هیچی، حتی یه سفارت ایران ما نداریم مثلا بمیدم داشت فوش خواهانه بکشیم بگه رو، هیچی ما نداریم، مثلا من هیچ کاری نمیستم بکنم، بگه خودم رو کاملا کات کردم مثل تو، به نظرم اصلا هم کار اشتباهی نیست.
آره دیگه من خلاصه این جماعتی که رفتم پرو یه سفر داشتم به اونجا با این داستان آیواسکام که بریم پادکست من مسیح و راستی گوش کنید اونجا داستانشو کامل تعریف کردم 3 ساعت و خورده داستان من همینه خلاصه ندارم بشنم اینجا توضیح بدم چی برای خود سوهیل تعریف کردم فقط اگه کسی که نمیدونه آیواسکا یه دونه در واقع یه گیاه ازش چای درست میکنن از درخت دو تا گیاه قاطی میکنن دو تا گیاه او پس یکی اون فایده نداره یه درخته و یه دونه تاک یعنی واین یه درخت دیگه است که اینا رو با هم سوپ میکنن و جالبیش اینه که از 80,000 گونه توی آمازون چجوری یه شامان کل نشه فهمید که اگر این برگو با اون تاک که اون ور آمازونه با هم قاطی کنم و توش یه سوپ یه معجونی در بیارم بخورم میرم کهکشان دیگه اون واقعا یه سوال عجیب غریبیه که آره اگه الان علاقه من شدین برین توی پادکست اگه تو ویدیو یعنی تو پیج من هستین برین توی کینگرام اگه تو خود کینگرام هستین که همونجا بزن نگاه کن خیلی باحاله خیلی داستانش که واسه من تعریف کرد واقعا من خودم تولد نکردم ولی هر کی دوستای زیادی انجام دادم و هر کی رفته مثلا برمیگرده انگار مثلا رفته جهنم و برگشته یا مثلا رفته بهشت و برگشته مثلا یه اکسپریانس خیلی عجیبیه من خودم راستش بخوام جرئت ندارم بکنم چون ترسوام ولی خیلی قویه من یعنی حتما برید نگاه کنید پشمتون میریزه به نظر من خیلی خوبه آدم بتونه یه راه پیدا کنه که ریسیت کنه خودشو میدونیم و منم خب تو جای تاریکی بودم جای خیلی سختی بودم تو زندگیم که به یه پوچی رسیده بودم به یه بنبستی رسیده بودم که نمیدونستم باید چه تصمیمایی بگیرم ولی این ریسیت کردن روح آدم خیلی اصلا جواب میده و لازم نیست لزوما با آیواسکا باشه بعضی میتونن برن آقا 10 روز برن ویپاسانا فقط مدیتیت کنن میتونن مثلا یه دایت سنگین سخت غذا فقط آب بخوری مثلا برای 2 هفته نه هیچ جامد نخوری بعضی وقتا آدم خودش تو این شرایط سخت اگه قرار بده به نظرم از اون ورش یه چیزی به دست میاره که قبلا شاید بهش آگاه نبوده خوبه که آدم بعضی وقتا اصلا برای پیشرفت تو این ساعت‌ترین مثالش هم که همیشه هم میزنن تو میری باشگاه در اصل به خودت فشار میاری که جایت قوی تر بشه دیگه روح آدم هم همینجوری دیگه ما بعضی وقتا باید یه تمرینایی برای روحمون انجام بدیم که اون قوی تر بشه در مقابل میگم شدت تمام داستانا و اتفاقایی که تو زندگی شخصیمون یا اطرافمون یا تو دنیا داره اتفاق میفته به خاطر حجم اطلاعات ناراحت و اینایی که دریافت میکنیم همین مثل این اخبار چه اتفاقی داره تو ایران میفته یا زلزله یا آدم کشتار یا هر چی همه لازم داریم یه ریسیت میدونی کاملا حرفتو قبول دارم و ریسیت خیلی کمک میکنه یعنی اصلا بگذاریم از این حرف آقا ما اومدیم اونجا حرف سکون بود که میخوایم بزنیم میذاره کار چیزه بیشتر من از سوهیل من از سوهیل ذره نصیحت میخوام راستش آدم خیلی از سوهیل خنگتر آدم پیدا نکردم برای این نصیحت متاسفانه ولی خب به نظرم یه جوری تو چارچوب من قبلا با سوهیل صحبت کرده بودم در مورد این موضوعی که چجوری آدم وارد رابطه بشه حالا اون من میگم مثل بچه های جوان الان بلد نیستم مثلا مخ بزنم یا چیز من به نحوه خود اولد سکول خودم حالا هرچی ارتباط برقرار میکنم با پارتنر الان بانوی انگلیس چی شد؟ همین میخواستم اینو بگم یعنی این خیلی برام جالب بود رابطه خیلی خیلی هم خوب هم سختی بود ولی بدون اینکه به تو جزئیاتی برم که نمیخوام بالاخره ببینید به حریم شخصی آدم با احترام گذاشتی توی این داستانا بیشتر بحثم ولی در مورد اون آدم نیست بیشتر در مورد خودمه درست یعنی سوال من از تو اینه که دوستانم بدونم که تو رابطت با النا ببین مثلا من توی رابطه وارد شدن خیلی خوبم ولی توی رابطه نگه داشتن افتضاحم یعنی از لحاظ چه کامیتمنت چه از لحاظ مسئولیت عاطفی توقع احساسی همه این چیزا و تا زمان به نظر خودم آدمی هم که خیلی راحت و خیلی ترانسپرنت و خیلی چی میگن روباز میتونم ارتباط برقرار کنم آدمی که خجالت میکشم در مورد مسائل سخت یا حتی مسائل سکشوال یا مسائل فلان صحبت بکنم و همیشه فضایی که دوست دارم ایجاد کنم برای پارتنرم خیلی جالبه انگار تمام این سوالا مثلا خب فضا رو تو تخت خواب خیلی یاد گرفتم خیلی راحت با یه فضای خیلی کنترل داشته یه فضای چی میگن آروم و راحت و ویلکمینگ و سیفی و خیلی بلدم درست کنم ولی خب رابطه فقط یه شب توی اتاق خواب نیست میدونیم بعد از اون کلی داستان دیگه است که اتفاق میفته میدونی هر روز صبح کنار هم بیدار شدن سر کار رفتن و اینا خلاصه
یکی از سوالام اینه که آیا تو توی رابطت مثلا اون همه خطای قرمزی داریم دیگه نه؟ درسته. مثلا حالا خط قرمز هم شاید خیلی اکستریم باشه ولی یه چیزی که میره رو اعصابت. آره یه چیزی که میره رو مخه. تو انگلیسی بهش میگن مثلا پت پیو، یه کلمه که به انگلیسی میگن. میخوام بدونم تو مثلا تو رابطه خودتو تو خونه چه چیزایی رو مخ تو میره، چه چیزایی رو مخ النا میره و چجوری با هم اینا رو کامیونیکیت میکنید. اوکی من یه جواب خوب برات دارم. اینی که چی رو مخ من میره و چی رو مخ میره الان کاری ندارم. فکر کنم 5 چیز رو مخ من میره، 5 چیز رو مخ اون. من چیزی که یاد گرفتم از رابطه قبلی، من تو رابطه قبلی میمونم دخترای خیلی معمولی رو پیدا میکردم، چون من بین دخترای فقط پولدار و لوس و اینا بزرگ شده بودم. دختر پولدار اونجوری نمیخواستم، یه دختر میخواستم که معمولی باشه که بتونیم هم مثلا راحت باشیم. من دارم نمیخواستم مثلا یه دختر هر روز بگه ما باید شام بریم بیرون، نمیدونم ماشین رو هر بعد 4 سال عوض کنیم. من این چیزا رو بدم میومد و چون توش بزرگ شده بودم، دیده بودم همیشه آدم مامان باباها که پولدار بودن همیشه بابا پولداره داشت با زنش دعوا میکرد سر مثلا اینکه چرا بنزمون 4 سالشه خوشش بن سواری تو ایران که مثلا یارو الاغ داشته باشه خوشحاله تو بن سواری ولی تو راضی نیستی. من همیشه دیده بودم مثلا از دختر پولدار و مثلا وضع خوب فراری بودم. برای همین دختر فوق العاده معمولی و مثلا میگم چیکاره، میگفت هیچی، چقدر پول داری؟ یه دلار ندارم. چیکار میکنی؟ هیچی. درس چی میخونی؟ هیچی. گفتم خیلی خب مثلا من با تو دوست میشم. بعد خب من از نظر نامردی اگه بخوای بشین مقایسه کنی، من همه جوره به یارو سر بودم، حتی قیافه. خب بعد هیچی یارو نداشت نسبت به من که مثلا بخواد به من سر باشه. اول یه سال دو سال عبم رابطم ببین یه من بالا میرفت، یعنی اصلا خودش هر روز میگم مگه میشه یه همچین پسری اومده با من دوست شده. ولی تو فاصله حالا یک تا سه سال این موضوع کامل برعکس میشد و به من میگم این ان کیه که اصلا من خودمو به این دادم و من چرا اینو نمیفهمیدم که چرا این اتفاق میفته. تو یه دعویش که اومدی هیچی نداری، من دارم مثل سگ کار میکنم، من دارم به تو میرسم، من لباس تو عوض کردم، من بهت یادم با بچه پولدارا رابطه برقرار کنم، من بهت گفتم مثلا ترافل چیه، چجوری توی چاغال اینا رو همه رو فراموش کردی و اینا. بعد من فهمیدم که آقا من دختر خراب کنم نظر شخصی با این بها و حالی که به دختر رو میدم همیشه دخترها رو پررو میکنم. پیش روانپزشک رفتم، خیلی هم آدم خفنی بود، یک سالم پیشش رفتم، نه که فکر کنم یه بار، ساعتی 150 دلار میگرفت، سشنم تقریبا 4 ساعته بود، یعنی حرف میزدم میشه 600 دلار بهش میدادم. بعد این روانپزشک کیه؟ این روانپزشکیه که توی تمام زندانای کانادا روانپزشک وجود داره. این روانپزشکا همه جمع میشن توی دو سال در سال یه جا جمع میشن، این میره بهشون میگه تو اون 6 ماه چه چیزای جدیدی پیدا شده که مثلا بتونن خودشونو بهتر کنن، اونو به دکترها درس میده. خیلی آدم خفنیه. بعد من پیش این رفتم، آدم دروغویی هم نیستم، همه چیو عین حقیقت واسش تعریف کردم که آقا اینطوری شو اینطوری شو اینطوری شو. بعد یه حرفی که به من زد، این خیلی مهمه گوش بدین، مثلا برای بعد از یک سال و کلی پول و وقت اینو بهش رسید، گفت نه کن وقتی می تو رابطه دختره اینجاست تو اینجایی، همه اینو میدونن. بعد که میبینی تو اتاق خوابتون تو دختر میگی تو خیلی خوشگلی، تو خیلی باحالی، تو چقدر باحالی، من آرزوم داشتم یه دختر مثل تو بشم، عشق منی کسش، هرچی هرچی، این دختر خوش میاره بالا، خوش میاره بالا، خوش میاره. بعد یه روز اتم میره بالاتر، بعد تو که میره بالاتر میگه برای این سوهل خیلی خفنه، ولی خب من که خفنترم، پس چرا من با این چاغالم؟ بعد شروع میکنم به من ری، نه خودتو بهتر کن، خودتو بکشون به من. بعد تو میگی دیوز تو تنها داری اینو میبینی، تو میگی چی میگی خودتو برسون به من، من آرادی حتی بالاتر هم، چی میگی واقعا؟ بعد این بود که مشکل واسه من درست میکرد. با النا که دوست شدم، من حالا مثلا مثال میزنم، من شبا تو اتاقم فیلم نگاه میکنم، اصلا باید نگاه کنم، مثلا فیلم نباشه مثلا اینکه مثلا چراغ اتاق تو روشن باشه یکم برای جیغ بزنه، من اگه موزیک روشن، اگه تلویزیون روشن باشه سکوتم و رفاهم اونه، اگه نباشه دیوونه میشم. خب اصلا باید اینو نگاه کنم هر شب. یکی از بهترین مومنت های روزم هم هست که همه کارامو کردم دیگه، کسی بهم کاری نداره، میام هم یه فوکس کنم یه تلویزیون، میام تو دنیای تی وی، خیلی هم میتونم برم توی تی وی، بعد مثلا هر چی میتونم نگاه کنم، فیلم بچگونه تا جدی. بعد دوست دخترای قبلیم همه اول رابطه اوکی بودن با این موضوع که من فیلم نگاه میکنم، آخر رابطه ما تو سالون با صدای چهار گوش میدادم، دختره میومد بیرون اه بابا نمودیم الان دیگه خاموش کن نامصب و بعد آقا دعیوس من با 25 والیوم گوش میدادم تو اتاق بغلت قور نمیزدی، الان تو سالون دارم با چهار گوش میدم، داری چون منو پاره میکنی؟ آخه چرا اینجوریه؟ من اینو نمیفهمیدم. با النا که دوست شدم
گفتم آقا من دیگه از این بعد چیزایی که دوست دارم یا خط قرمزی که شما گفتی و دیگه ازش نمیگذرم، برای اینکه من هر دفعه دخترم من میگه آقا مثلا من بدم میاد کفشتو دم در پرد میکنی، دیگه من تا آخر رابطه کفشمو میذارم تو کمد. ولی من به دخترم میگم من تلویزیون دوست دارم، دخترم مثلا نمیگه گوشی بذاره تو گوشش بخوابه، میگه نه تو خودت باید عوض کنی. بعد میگم خب این خیلی نامردیه، اگه دختر خودشون عوض میکنه چرا من خودم عوض کنم؟ گور پدرتو منم دیگه نمیکنم. با اینا که دوست شدم مثلا همین چیزا بود، من تلویزیون نگاه میکردم. بعد خب من آدم بدی نیستم، آدم مهربونی ام، خب مثلا روز اول که اینا میخوابی رو 20 نگاه میکردم، بعد یواش یواش رسوندمش به 19 18، بعد سه ماه رسیدیم به 7. خب یعنی مثلا من که سر 20 گوش میذارم الان مثلا بیبی میخوابید، رسوندم به 7. به 7 که رسوندم دیگه صدا خیلی کم شده بود، اگه توی فیلم یهو 5 ثانیه سکوت بود کامل سکوت میشد، بعد برمیگشت انگار صدا برمیگشت. بعد النا یهو یه شب بلند شد به من غر زد که اه خاموش کن دیگه این تلویزیونو. بعد یهو به خودم گفتم نگاه کن ادعای داری میکنی یا 20 که گوش میدادی کسی تخمت هم نمیخورد، کم که کردی میفهمه داری میری عقب شاخ داره میشه. آقا یهو شروع کردم وسط ساعت 2 صبح داد بیاد انداختن تو اتاقها، تو گو خوردی به من میگی تلویزیون کم کن، تو سگ کی باشی؟ خونه 4 تا اتاق خواب داره، گم شو دیگه بگی بخواب، مگه من مسخره تو هم؟ مگه تو مادر منی؟ تو سگ کی باشی؟ تو که دیدی من تمیز تلویزیون نگاه کردم، بس چه حقی به من میگی؟ آقا لجوزی تلویزیون گوشم رو 25. حالا اگه خواستی رو فیس تایم بکنم من ساعت 2 صبح تلویزیون میذارم صدای 25، موزیک میذارم خودم دارم میخونم تو خودم دارم کارا میکنم. النا خواب خواب، یعنی اگه من اون دعوه رو نمی کردم النا تا آخر رابطه بعد میخوابی، چون صدای موزیک حضرتش میکرد و به خودش اجازه میده که من باید بلندشم غور بزنم چون این ناراحت کننده است. منم بابا صدای حرفی میگوشم چی گفت؟ یه گل میخوای بزنی صدای گل نمیذاره بشنوی چی میگی؟ خب چه مسخره بازیه؟ الان میذارم صدای 25 مثلا بلند داره میزنه میکشی اما خواهم عشق حال. النا مثل بیبی خوابه، یعنی من اون روز که اومدم داد زدم گفتم آقا چیزی که من میخوام همینه، نمیتونم ازش بگذرم، النا قبول کرد. با 7 ناراحت بود، با 25 اوکیه. یعنی اصلا تو منطق رو نگاه کن. و این کار تو 3-4 تا کار کردم، چیزی که واسه من مهم بود و نباید بیای پایین. و اگه از روز حالا اون با تو چی کار کرد که برای تو 25 بود بعد هم اون با تو چی کار کرد که حتما اونوری هم اون فکر کنم نکرده بسن. چون اون من باش دوستشم 24-5 سالشه، اون بچه بود، اون اصلا بلد نیست از این کارو بکنه. من چون مثلا سه تا رابطه رو ریدم توش و نمیدونم خیلی راجبش فکر کردم، من به این موضوع رسیدم. اون هیچی نداره، اون اگه مثلا من بگم اون اونوری کرده مثلا، اون شاید مثلا تمیز نمیشه یه چیزی با یه بار اصلا با نمیشه از نقل قولی بود، یه با خودش آره. بیارم بایشنم باش صحبت بکنم قشنگ حسابی آره. از دلون بکشم بیرون بیاد... که آقا چه اخلاقای تخمی سوی چون خیلی زیادن مطمئنن چیان خیلی کمه خیلی کم نه من اخلاقای تخمی که النا میگه اینکه که خونه باید تمیز باشه همیشه، یکی اینکه باید بو نده خونه، نباید بو بده. مثلا اگه پیاز پاک میکنه باید حتما همونو بذاره تو گاربتو بره، و اگه من فردا حتما غور میزنم میگم آقا تو نه تمام خونه بو پیاز میده، خب چرا 5 سنه تمیز نکردی که الان باید خونه دیگه نمیشه تمیزش کرد، بعد 2 روز باشه تا بو بره. من ایرادام اینجوریه. ولی میدونم شما ببین آخه حالا ببین مثلا یه سری مسائل هستش، میدونم اینا شاید مسخره و کوچیک به نظر بیاد، ولی خب شما یه تفاوت گونه هم که داره به خاطر بچه‌هاتون هم یه عشق اضافی هستش که فکر میکنم این مسائل کوچیک هیچ وقت تبدیل نمیشن به یه موج بزرگتر از کیناهایی که سالها به خاطر تروماهایی که توی سوم دبیرستان و دوم دبستان جمع شدن رو هم دیگه خالی کنه. میدونید چی میگم؟ ببین بذار یه خورده ریفرش کنم حرفتو. عشق نیستش، مسئولیت است. یعنی من بالا وقتم دعوا دارم میکنم مثلا میگم میخوام نبینم دیگه، میدونم این آپشن رو ندارم. آخر دعوا اگه النا قاطی کنه میگه خب اگه ناراحتی منو بذار برو، میگم النا من آپشن اینه که تو رو بذارم برم ندارم. مگه تو رو بذارم برم دوتا بچه رو بی پدر مادر میکنیم، اینو ما دیگه نمیتونیم بکنیم. واسه همین وقت ما دعوا میکنیم، ما داریم دعوا میکنیم واسه سیچوشن خودمون، یا آشتی میکنیم یا 5 روز با هم قریم، بریک اپ آپشن نداریم. اگه میخوای بریک اپ کنی نو پرابلم، تو اتاق بغل هم زندگی میکنیم تا روزی که بچه کوچیکمون بشه 18-19 سالش، اون که شه 18-19 سالش ما اصلا جدا میشیم. میخوام اینو بدونم بعد از اون 5 روز معمولا کدومون تو که میره جلو آشتی بکنه یا یه اتفاق الکی میفته همدیگه رو بوس میکنید؟ اصلا به 5 روز نرسیده، همیشه زیر یه روز تمومش میکنیم. بدترین دعوامون همون 2 روز طول کشیده، ولی کلا دعواهامون سوشن محسه ها. یعنی مثلا نهار رو من دوست ندارم در این لول،
بعد اونم میگه من خستم، میگم به جهنم که خستی، غذای من مهمتر از این خستگی تو. بعد میگه خود برو درست کن، بعد میگه خودم میخوام بودم درست کنم. بس برای چی تو مسئولیت غذا رو گرفتی دستت؟ کاری که تو مسئولیتش دست توه دیگه دست تو باشه. چون من الان توش از خونه نمیدونم روغن کجاست، گاز کجاست، نمیدونم یخچال کجاست، چی توش هست، کدومو با کدوم قاطی کنم. بعد میگم او نه اینو واسه اون میخواستم، اینو اینجوری درست نکردم، اینو اشتباه. برای من خیلی سخت شده. من خودم که تنها زندگی میکردم یخچالم بنز واسه غذا درست میکردم. واسه همین چیزامون اینجوریه. خیلی دعوامون خیلی کوسته شده. اصلا دعوای جدی اصلی نداریم که مثلا واقعی باشه. واسه همین از این نظر خیلی خوبه. کلا هم 5 بار دعوا کردیم توی 7 سال. نه خیلی خوب. نه معلومه رابطه شما رابطه خیلی سالم و کول و ریلکسیه. میگم بعضی وقتا میدونی مثل یه رابطه هایی هستن که من فکر میگم آدم ببین تو همه رابطه یه رابطه قدرتی هست. اینو نمیتونه آدم انکار کنه. یعنی چه رابطه با دوسته، با خانواده است، با پارتنرته و بالانس و تعادل این قدرت همیشه چیزی که تعیین میکنه رابطه رو تا حدودی. به این معنی است که کسی بخواد با کسی غلبه کنه، منظور من اون نیست. منظور من که فقط یه وزنی بالاخره هر کی باید باشه، باید اون رابطه و تو اون داینامیک. میدونی بس من خودم مثلا آدمایی که خیلی بهشون جذب میشم آدمایی ان که خیلی میدونی یه تیم مثل تیغ دولبه است. از آدمایی که خیلی میدونی زنایی که خیلی مستقل و قوی و امبیشس و آدمایی ان که آرمان ها و آرزوهای خیلی بزرگی دارن و نمی ترسن از چالنج ها و ریسک های بزرگ توی زندگی. ولی در این حال هم خب با مثل خود من میدونیم شاید من بدبختی من یعنی که من چون تو زندگی چون کار واقعی نکردم و کار آرتیستی داشتم به ساعت خودم همیشه کار میکردم. یعنی من ممکنی من ممکن همی سحر خیزم هستم و میدونیم من پا میشم من صبح خیلی انرژی دارم، صبح سعی میکنم کار کنم و بقیه روز کم کم لش میشم و گیتار دستم میگیرم و فلان و هرچی. الان مثلا همزمان یه عالم پروژه کاری دارم دیگه. یعنی من به علاوه از پادکست خودم یه پادکست انگلیسی دارم کار میکنم که اصلا یه داستان و پروژه گندهی برای خودش. نمیدونم کار موزیک و تورم هستش، کار تئاتر دارم یه کار یه تیوی شو دارم انجام میدم. یعنی مجبورم که مشغول کنم خودم با هزار تا پروژه. چون اولین چیزی که من بهش خیلی رسیدم برای سلامتی روحی روانی خودم بعد از این دوره افسردگیم اینی که باید مشغول باشم. یعنی بتالت و بیکاری و این بردم و کار نداشتن بیشترین چیزی که منو افسرده میکنه، باعث میشه من برم توی این لوپ افسرده. حالا یه سوال، هر کاری باید بکنی یه کاری که دوست داری؟ یعنی اگه مثلا بیکار بشی میگم برو مکدونالد کار کن میری خوشحال؟ نه دروغ، چرا واقعا انقدر کون خودم پاره کردم تو این سن. حالا الان دازه دارم یه ذره به جای سیفی میرسم که دیگه میدونی بتونم یه درآمدی داشته باشم و حساب کتابامو صاف کنم و زندگیمو به روی قلتکی بندازم که درست بره جلو. واقعا سختمه بخوام برم مجبور باشم میرم. سوهل تعارف کردم همین چند وقت پیشم من هم رستوران کار میکردم. یعنی من چاره اگه نداری خب باید بری، ولی ترجیحم اینه که تو راه اون کاری که عاشقشم بتونم ادامه بدم. همه کاری که الان دارم میکنم، موزیک، تئاتر، پادکست و فیلم، همه اینا چیزای هنریه که عاشقشونم و خیلی لذت میبرم از کار کردن توش، چون همش داره کریتیویتی آدم همش داره چی میدونم هی داره اپگرید میشه هر روز توی اینجور پروژه. مجبوری بخونی، کتاب بخونی، ریسرچ کنی، مقاله بخونی، شعر بنویسی، فیلم نگاه کنی، نقد بخونی. یعنی کلا همینا به اون خیلی دوست دارم، به اون فرهنگم، به اینتלקتم، به همه چیز اضافه میکنه وقتی توی این دنیا فعالم. در حالی که وقتی که تو خب رستوران کار میکنی یادم دیگه میرفتم صبح اونجا و عاشق آشپزی هم هستم. یعنی واقعا یه کاریه که من زندگی که مثلا وای لوبیا پلو مامانه آخر خوشمزه است. آره منم شیکمویم دیگه. آخه مامان منم خوبه. بعد که تو گفتی لوبیا پلو گفتم بابا الان میام لوبیا پلو ضعیف میذاره جلو من بعد بخورم خوشمزه است. بعد اومدی نگاه کردم گفتم که بزنیم رنگش خیلی قرمز نیست. خوردم وای الان مزهش میاد تو جهنم با اون آووکادو سلاده. چقدر کرده بود. مرسی مامان رامین جون. آره خیلی مامانم اصلا معروف آشپزیش دیگه. همه بچه‌مون بابام در خونه تو راه برم با سگ مصنوعی که مامان منو ببینه بیا تو خیلی هم باید حال کرده بود و خلاصه سوهیل هم بگو بیاد بازم. آره و میگه مثلا برای من خیلی ببین توی رابطه من نمیدونم اینم هستش. من وقتی اول وارد این رابطه شده بودم البته رابطه‌ام خیلی سالم و کل و ریلکس با هم دیگه. من خیلی دوست دارم رابطه‌مو خوب نگه دارم، دوست ندارم با کسی بد باشم مثلا. یعنی اصلا دوست ندارم پولیو بسوزونم یا از این آدمایی که
با خوشونت یا با عصبانیت یا با تنفر از این رابطه. نه من خیلی واقعا ریلکس و خیلی اینم خیلی ریلکس و مثل دوتا ادالت از هم جدا شدیم. ولی موقعی که وارد رابطه شدم موقعی بود که من خیلی دسپرت بودم، خیلی ادامه نفسم پایین بود، آره، و اصلا وضعیت روحی روانی و مالیم همه چی افتضاح، خیلی توی جای ضعفی بودم، میدونی، توی جای خیلی پایین و کوچیکی بودم. و وقتی تو همچین جایی هستی، ببین به نظر من عشق یه چیزی که خب خیلی قشنگه با شروع، ولی تنها کاتالیزور رابطه نیستش، میدونی، یعنی تحقیقتش عشق با مرور زمان یه نمودار باشه، میدونی، یه جا پلاتو میکنه دیگه، 100% تازه تو پایین هم میره، آره، شاید تو پایین هم میره به قول تو، و این چیز طبیعی هم هست، چیز عجیب غریبی نیستش، این مثلا کل تاریخ همینجور بوده. ولی تو اون موقعیت که آدم وارد یه رابطه میشه، از خودم باشم سوال میکنم خب این آدم این چیزای خوبو داره، ولی یه سری رفتاری داره که خیلی زننده است، مثلا من خوشم نمیاد، من باید چیکار کنم؟ و مثلا چون تو اون نقطه ضعفی بودم و خیلی اعتماد نفسم پایین بود، احساس میکردم که باید قبول کنم، گفتم نه، خودم رو قانع میکردم که نه، تو اگه میخوای توی ببخشید توی میخوای رابطه سالم و خیلی ادالت باشی و آدم با مسئولیت و اینا باشی، باید تصمیمای سختم بگیری و باید قبول کنی یه سری سختی رو بتری، یعنی تو یه همچین ذهنیتی بودم. بعد این چیزای سخت هیچش بیشتر و بیشتر میشه، من گفتم یعنی اینه واقعا رابطه، من واقعا با این شرایطو قبول کنم. و یه روز با خودم اومدم که گفتم نه، واقعا من خوشحال نیستم تو این موقعیت. و این آدم اصلا میگم تا سوال بعدی من ازت میخوام همین بپرسم، حالا یه سوال در مورد همین موضوع که آقا چه چیزایی رو مخم دیگه میره و این مرزا، از بچه هم به اون بگن که چه چیزایی واقعا یه بار فکرم یه سوال از من تو برنامه تو کردیم، از تو برنامه من بود که از بچه ها برستم خب سر چی با هم داره بریک اپ کرده بودین و اینا، خیلی دلایل خنددار زیادی بود، ولی کلا از دوستان بپرسم که تو رابطه چیا میره رو مختون و چجوری حلشون میکنید این مسائلی که رو مخ هم دیگه میره. برای من خیلی جالبه که چون مثلا باید یه چی باید بشه یه جوری در مورد صحبت کرد دیگه، که آقا مثلا فلانی من مثلا وقتی تو خرمس میکنی و میای اگریسیو رو من مثلا سه صبح من خواب بیدار میکنی، مثلا میگه آقا بیا منو بکن، میگه آقا من خوشم نمیاد، من پیرمردم، من خواب از سکس برام مهمتره، بیدارم نکن. مثلا چه میدونم، مثلا یه بار میگه دو بار میگه، مثلا خب نمیفهمن، مثلا خب آدم میگه خب این اصلا من حریم شخصی من هیچ احترامی بهش گذاشته نمیشه. آره نه، اگه بگی یارو هیچ کاری نکنه که خیلی دزدیه دیگه، چون اصلا چیزی هست که اصلا جلو دوربینم نمیتونم بگم چون بعدا برای خب خودو تعریف میکنم، ولی چون عجیبه، چون اگه مثلا اون کاری که مثلا توی تو رابطه که بودم، اون کاری که مثلا یه دختره با من کرده بود، اگه همون کارو من با اون میکردم، من کنسل میشدم و میرفتم زندان یا میدونی چی میگم، یعنی هزار تا اتفاق بد برام میافتاد. این خیلی دزدیه، ولی اون چون دختره برامون این کارا رو با من کرد، فقط آخرش مثلا میخند و معذرت خواهی میکنه تمام شد، مثلا من تو مغزم تروماتایز مثلا ریدم تو خودم، انقدر حالم بد شد 3 هفته افسرده، اون فقط یه میخند و تمام میشه میره. خب اینم باز یه چیز دیگه ای که خیلی، ولی حالا میگم سوالی که میخوام درست بهش برسم باید بگم اینه که اگه مثلا تو بدونی پارتنرت یا آدمیه که، و ببینم خیلی سوال چیپ و لوسیه ها، ببخشید از میام طرفدارم شو توقعی نشد من همچین سوالی بشم، ولی اگه میتونی پارتنرت مثلا 50 میلیون دلار پول داره و میتونه به تو هم تو رو بکنه رئیس شرکت فلان و تا آخر زندگیت هم همه چی از لحاظ مالی و امنیتی حله، یعنی تو حاضری بری توی اون رابطه به هر قیمتی که شده یا نه؟ یعنی این گولد دیگر در اس بودن پسر گولد دیگر، ببین من بچه که بودم چه دختر چه پسرش فرقی نداره، یعنی واقعا هم از دختر دارم پرسم هم پسر رو فرقی نداره، واقعا یعنی واقعا حاضرین تای دلتون برای یه رابطه به خاطر پول و موفقیت همه احساسهای شخصی خودتون رو بذارین کنار یا نه؟ من دیدم نمیتونم کمی کدم بهت میگم، من بچه که بودم چون بین آدم ها اینجوری بزرگ شدم ازشون متنفر شدم، اصلا طرفشون نمیرفتم با اینکه حتی به هم میخوردن. الان که بزرگتر شدم 40 سالمه میگم که کاش کرده بودم، یعنی که کاش گل دیگر بودم، چون مثلا من آدمای دومونم بودن که مثلا اسم مامان باباشون تو اخبار میشنوی، الان مثلا اگه من با اونا بودم همه عکس منم میذاشتن این جاکش داماد فلانی تو کانادا. بعد مثلا موقعت اینجوری داشتم دخترم بهم پا میداد مثلا من طرفش نمیرفتم،
به خاطر اینکه نمیخواستم، ولی الان با اطلاعاتی که الان دارم میگم آف کورس میکنم. چون جوری هم که بهش نگاه میکنم اینجوری نیستش که ببین میگی ا تو کنه گوش بده گوش بده، نمیمون نمیرم توش بمونم واسه 50 سال که تمامو کنم، میرم تو رابطه 7 سال آدمای معروفش رو میشناسم، کانکشناشو باش آروم میشم، دو تا پول ازش میتیقم، سال هفتم میذم در کشونو دختر میگم برو گم شو مادر سگ، با تمام اطلاعات و قدرت میرم خود خودم میکنم. حالا تو فوش میدی بدبخت، حالا به محترمانه میتونی بده قهر کردیم دیگه، اگه با هم میساختیم که راضی بودم. واسه همین الان من نوعی خودم که کاملا بر علیهش بودم، الان میگم نه. الان هر کی یکی اون دیروزی که سوال ازم بود که سایت این رو که میتونی پولدار شی چیه، زنم دوست دختر پولدار بگیر، یعنی چون من همیشه گفتم که اصلا دوست دختر باباش پولدار باشه میزنه تو سرت میره، اصلا اینطوری نیست، بابا میاد کمکت میکنه، به عنوان پسرش قبولت میکنه چون میدونه دخترش دستش میخواد تو رو موفق کنه. و من که اینا رو دیدم توی رابطه بودم چه احمق بودم، من میتونستم مثلا الان مثلا بابای مامان النا هیچ نوع سود مثبتی برای من نوعی ندارم، خیلی دارم به موضوع کثیف نگاه میکنم و اینو میفهمم، یه آدم های خیلی خوبی هن، آدم های خوبی هن، مهربون هن، میان اینجا برای اون قضای خوندگی درست کردن میارم، مثلا چون هر وقت از ویکتوریا بیان را ما میریم اونجا به هم میرسن، برای اتاق اون تلویزیون گذاشتن، واسه همین یه رابطه خیلی معمولی دارم. ولی اگه مثلا بابا النا مثلا یه نفر بودش برج میساخت مثلا 600 تا ساختمون ساخته بود، خب من میشدم مثلا النا میشد ریلتور 600 تا ساختمون میفروخت، همون مثلا یه با 6 میلیون درآمد میآورد سالی، و ما داشتیم خونه 6 میلیون زنمون داشت میآورد خونه، ماهی 600 هزار دلار اش میکردیم تو خونم نبود. ولی خب من چون که فقط و فقط دنبال خانوم رفتم، میخواستم زندگی خودم رو بسازم و خیلی فیلمی بهش فکر کردم، نرفتم طرف آدمای پولدار در حالی که داشتم، بخاطر همین به نظر من اشتباه کردم. به نظر من که رفتم اون دختره آتشخال ریختم، رابطه‌مو رو دادم، تمام زندگیمو اعصاب و پولمو از بین بردن، خب من همین کارو با یکی دیگه میکردم. حداقلش این بود که دیگه رو پول منو نمیزد چون پول خودشو داشت، میگفت تو واسه خود کار میکنی ماهی 10 دلار در میاری، چاقا من بابام ماهی 100 دلار در میاره، اصلا منو چاقا هم میدید. واسه همین اون موقع من زندگیمو بیشتر دوستام ببرم جلو، میگفتم آقا من پول ندارم برم مسافرت، میخوام بریزم بیزنس جنسمو بیارم، میخوام مغازمو بگنده کنم، میگفت نو پرابلم من پول مسافرتو میدم، ولی دوستام این آپشن نداشتم، میشه گریه میکرد که ما میخوایم عید نریم جایی، همه دارن میرن مسافرت ما نریم، من با این دیل میکردم. به خاطر همین من واقعا الان میگم مثل سگ حاضرم برینه بهم چه بگم، میگم اوکی من 7 سال با تو پتیره هستم کارام میکنم میرم، ولی با اینکه عشق بخوام برم و این کار که با النا دارم و نه نمیکردم، یعنی با مثل النا با شابطه برقرار نمیکردم. من نمیتونم واقعتش، یعنی واقعا شاید میگم، یعنی برای من اگه باید یه عشق بود باشه، باید یه چیزی بود باشه منو جذب کنه به اون آدم، حتی برای یه شب هم هستش واقعا میدونی، باید یه ماجیکی بود باشه، یه جادویی بود باشه تو اون رابطه که منو جذب کنه بهش و بخوام. تو همین خانومی که تو لندن بود من خودمو کشتم که بچسب دیگه. آره نه میفهمم، ولی کلن ببین میگم داستان یه جوریه که برای من واقعا دوست دارم که به خصوص برای این داستانی آیواسکا و این تمام داستانه میگم خانواده هم و همه اتفاقی برام افتاده. ببین برای من بعضی آدم ها من هر وقت قلبم دلم نیتم که بیشتر زندگیم هم همینه ها، با همیشه با یه چیز یه چیز پاک هست میره جلو، از دنیا و کهکشانم خیلی جواب بهتر و مثبت‌تری هم میگیرم، و تا وقتی که من به نظر خودم به قلب خودم اعتماد بکنم همه چیز درست میشه. من فکر کنم هر وقت یه ذره تو ذهنم اگه یک ذره حتی فکر این بیاد، و میگم موقعی که من با وارد این رابطه شدم خودم تو یکی ضعیف‌ترین و دارک‌ترین دوران زندگیم، اصلا نباید آدم وقتی که توی همچین جای به نظر من ضعیف و دارکیه اصلا نباید وارد رابطه بشه. تا موقعی که اعتماد به نفس داری، برای خودت چیزی ساختی، محکم روی یه جای وایستادی و دست یکی دیگرم میگیری یک کنارت میذاری و انقدر اون فاوندیشنت انقدر قویه که با هم دیگه هم که روش وای میسین هیچ اتفاقی نمیفته، یعنی برای آدم یه ثبات منتالی و احساسی و عاطفی لازمه داشته باشه قبل از اینکه وارد رابطه جدی میشه به نظرم. حالا رابطه سکشوال و وان نایت استند اینا فرق داره، اون برای فان و اینا اون اصلا یه بحث جداییه، اون اصلا ولی حتی اونم برای من واقعا تمام آدمایی که کانکشن داشتم باشون برای من یه مثل یه فیلم هالیوودی بوده، همون 24 ساعتی که باهاش بودم، و اون خیلی جذب میکنه منو به رابطه میخواد. شادم من از اون ور این میگم یه مشکلای خودم دارم که این اعتیاد به این تنوع. خب نه تو خیلی لوس شدی، اعتیاد نیست لوس شدی، مثلا من آدم فود کریتیک باشم، هی برم هر شهری میرم بهم بهترین غذاشو بدن،
بعد بگن حالا باید یه غذا رو انتخاب کنی بخوری، اصلا نمیتونی. با اینکه تو بهترین غذا رو میدونی تو مغزت چیه، میگی خب من روز پنجم خسته میشم. من فکر کنم الان این بلا سرت اومده، چون من دیدم دی ام آی تو رو، میدونم دختر چیخی خوشو میزن سرت. برای همین دیگه تو هم یه چیزی که تو زندگی اتفاق افتاده، همه چی خوبی و بدیشو داره دیگه. بدیش اینه که تو دیگه لوس شدی، تو کسی هستی که میگی آقا من بلند شم سه تا میپره روم، برای چی باید مثلا اینه که 6 ماه دارم باشم اینجوری خمالی کنم تازه رو اعصابم هم گفته. این چیزی فکت دیگه، تو نمیتونی نرمال باشی. تو آدمی که توی موقع به قول خود به خاطر داستانا و اتفاقاتی تو زندگی افتاده، تو نفر نرمال جامعه نیستی، تو جزء آرتیستا حساب میشی. آرتیستا هم یه زندگی متفاوتی دارن. تو اینا که تو هالیوودن که این همه پول و ثروت و رفاه و همه چی دارن، با هم میریزن میکوبن، با دو تا بچه، سه تا بچه، 10 تا بچه، همینه. یعنی من همیشه مثلا بچه‌م بودم میگفتم، گفتم واقعا من نمیفهمیدم که تو هالیوودن چه جوری با هم دعواشون میشه. نه بخاطر اینکه نباید دعواشون میشه، میگفتم اون زنی که میره با این مرد عروسی میکنه، خب خاک مثلا شوهرت براد پیته، خب معلومه میره کوک میکنه، تو چه جوری میتونی اینو نفهمی و مثلا ناراحتی؟ تو اگه میخوای بری عروسی کنی بعد بگی اوکی من میرم یه آرتیست رو ببینم، آرتیست با من متفاوته، به خاطر همین شور تو اگه رفی چیت کردی اصلا به من نگو، فقط سعی کن من نفهمم، همین. ولی آره. این واقعیت نداره دیگه. نه میفهم چی میگی، میفهم چی میگی، و من فکر میکنم چون تو زندگیم از 18 سالگی تا الان وقت واقعا کار واقعی نداشتم به اون صورت، یعنی خیلی سکیم خیاری همینجوری رفتم جلو دنبال اون چیزایی که دوست داشتم و بهش علاقه داشتم. اصلا میدونی مسئولیت همین که تو اصلا با کسی که تو رابطه هستی با هم دیگه پول رنتو بدین، همون اون میدونی یه چیزیه که برای خیلی رو تجربه کردن و مثلا برای من یه چیز خیلی عجیب غریبیه تو اون دنیا که یهو بگم شد ما با هم دیگه امضا کردیم یه خونه رو می‌خوایم با هم مثلا برای من انقدر این کانسپت عجیب غریبه میدونی و شاید چیز خیلی عادی و مسخره باشه برای خیلی. میفهمم میفهمم، اگه نباشه دفعه اول خیلی سکری اتفاقا داری کامیت می‌کنی یه سال میگی دود من یه هفته دیگه نمیدونم چه جوری می‌خوام پنج دو هفته دیگه. ولی دارم رو خودم کار میکنم دیگه و از یه طرف یه ترسی دارم که میگم چون هرچی پیرتر میشم تنهاییمو بیشتر و بیشتر دوست دارم. الان میگم دیگه با یه ربطشام و حله نشستم تو خونه برای خودم کتاب میخونم و پادکست ضبط میکنم و میدونی و آرامش دارم قشنگ و این آرامش اینقدر لذت بخشه و منم مثل سگ حسودی میکنم به این آرامشت. بس بگم خیلی اعتیاد آوره، خیلی بده سوهل، یعنی عالیه. میدونی مثلا میشین روی تلویزیون کارام میتونم انجام بدم، آره کارام میتونم انجام، هر وقت بخوام میتونم چرت بزنم بدون کسی بهم قور بزنه. عجیب غریب من دوست دخترم سر چرت زدن خیلی بهم قور میزنن. من چه اصلا دارم بدخوابیام. آره مثلا صد سه دیسی میخونی یا خوابت میبره، میخوای نیم ساعت بخوای بلنشی بری توش، تو نیم ساعت میاد خاک داد میکنه، میگم چرا تو نیم ساعت منو بیدار میکنی، چیکار به من داشتی الان، بذار بخوابم دیگه. آره و این آره قضیه چرت خیلی خیلی رو مخ خیلی ها رفت. بعضی وقتا دیدی که اصلا رو مبل افتادی بعد از ظهر و خسته ای، اونو فقط یه چشم تو میخوای رو هم بذاری و بری یه دنیای دیگه برای خودت، اصلا روح در بدنت خارج میشه و همون 20 دقیقه خواب انقدر تو رو به حال میاره. ولی این حالا دیگه برای ترسم همینه، من وقتی میخوابم نمیدونم میخوام 20 دقیقه بخوام یه 4 ساعت، بعد الان دارم میخوام میگه چقدر میخوای بخوابی، میگم چه میدونم، خواب تصمیم میگیره نه من. آره ولی خب دیگه این ترس هستش که آقا تا آخر عمرم شد محکوم به این بشم که تنها باشم. ببین بد نیستش بشیم اون محکومیت نگاه نکن، میگم منی که الان نشستم منو تکنیکلی، حالا من نمیدونم بقیه چی فکر کنم راجع به من، من خودم رو آدم موفق میبینم که زندگی خوبی دارم، مادر پدر خوبی دارم، بچه خوب دارم، زن خوب دارم، خونه و ماشین و وسایل و پول خوب دارم، تجربه و اکسپرینس های خوب دارم، رفیقای خیلی خوب دارم. من از نظر شخصی خیلی خوشحالم از جایی که هستم تو زندگیم. من میگم من خیلی از زندگیم راضیم و اینا و من دارم تو این سیچویشن به تو حسودی میکنم. من الان آرزوم اینه که میرفتم تو خونه یه نفر، یه اتاق اجاره میکردم، تو این اتاق عشق میکردم برای خودم، اصلا کسی به من نبود بگه بیا برو، هر در اتاق باز میکردم میمدم بیرون، دو نفر رو میدیدم صابخونه رو، گفتم چطوری خوبی، یه انرژی میگرفتم، میخواستم برم بیرون، میرم بیرون، نخواستم میمونم خونه میگیرم میخوابم. یعنی الان مثلا اینه که بشتنه میگه دیوونه ای. این شاید تمام آدمایی که میان دارن زنشو شروع میکنن از یه اتاق شروع کنن
و اون لحظه اون اتاق بدترین وقت زندگیشونه که فقط دارم میگه از این اتاق زندگی دارم شروع میکنم که به کجا خط بشه رو نمیدونم، ولی همش به امید دارم میرن جلو. بعد من آرزو میدونم که برم تو اون اتاقه، من که الان اتاق رو دارم، دارم میخوام توی اتاقه یه جا باشم. آقا $1000 به تو میدم دیگه، اصلا من دنیا با من کاری نشه باشه. سقف خونه خراب شد به تخمم، آب اومد بالا به تخمم، توالت کار نکرد به تخمم، بچه بلد نیست بنویسه به تخمم. ولی من انقدر داستانا داره باید همش حواسم باشه و اینا، میگم مثل سگ تو سیچوشن نگستم به تو حسودی میکنم. واسه این به عنوان محکومیت بهش اصلا نگاه نکن، به عنوان یه دونه تفاوت نگاه کن. چون تو دنیای امروزی انقدر همه چیو هست، سوسایتی تصمیم میگیره این بعد اونجوری بشه این بعد اونجوری بشه، این همیشه که سوسایتی کوچش تصمیم گرفته که مرد باید بره با زن، که وقتی تو میای هیستوری ازدواج رو میخونی میبینی فقط به خاطر کینگدما درست شده که اینا رو به هم وصل کنن که با هم دیگه جنگ نکنن و مردم بتونن قبول کنن که چرا دیگه ما به ترکیه حمله میکنیم، بابا عروس ترکیه ما ماه دیگه چجوری بهش حمله کنیم. و تو وقتی این نگاه میکنی میبینی مریج واقعیش معنی نداره، فقط واسه دوباره قدرت و پول و این چیزا بوده و الان دیگه نرمال شده. واسه همین تو کسی هستی که داری در واقع واقعی زندگی میکنی. تو وقتی با یه دختری هستی واسه یه ماه، دو ماه، پنج ماه، یه هفته، سه روز، تو سه روز با اون دختر عروسی کردی، اون سه روز زن داری. اون سه روز اگه من به زنگ بزنم بگم رامی میای بریم بیرون، میگه سمن من با دختره قرار دارم، اگه دیوونم با تو میام. ولی روز چهارم زنگ بزنم میای با من. واسه همین من اینجوری نمیبینم که تو محکوم شدی یا داری اصلا میس میکنی اکسپریانس رو. تو الان دو ماه سه ماه پیش با این دختره تو انگلیس رابطه داشتی، شب میخوابیدی سردرد داشتی، صبح خواب بلند میشدی به خاطر یه اتفاقی دیروزش افتاد، منم دقیقا همینم. واسه همین بهش اینجا نکن که تو ازدواجا کوچولو کوچولو شده، تو داری یه عالمه ازدواج متفاوت رو تجربه میکنی. پنج سال دیگه میتونی دوباره یه ماه، یه سال، ده سال دوباره عروسی کنی با یکی، عروسی علکی ها، فقط با دوست دوستانه. بعد اصلا میگه آقا خوشحال میاد گد فاجعه، نه بچه داری، نه خیالت باید ناراحت باشه، ریلکس. واسه همین اصلا به عنوان محکومیت تو پوزیشن نگاه نکن، به عنوان قدرت نگاه کن که چه خوب شد که ما دنیا ما رو انداخت تو این راه. به قول معروف میگم چون الان دخترت جور میشه، میتونی یه روز ونکوور باشی، یه روز کالیفرنیا باشی، یه روز لندن باشی. میدونی چند تا آدم آرزوی این زندگی رو دارن؟ تو به عنوان من کلک میرم و بیکارم و کار درست نشم، تو کار درست داشتی. اونی که میره ساعت 9 تا 5 کار میکنه اون هیچ کار نداشته، اون تمام زندگیش برده بود، چون نمیفهم داستان چیه. کار واقعی اصلا تو داشتی. به خودی خور متفاوت نگاه کن از نظر من. نه دمت گرم، نه جالب بود. آره منم با یه ذره میگم این یه درسی که توی داستان آیواسکام گرفتم که با خودم انقدر سخت نگیرم همه چیزو، ولی میگم دارم هنوز یاد میگیرم دیگه چجوری تو رابطه بهتر باشم. ولی تو این موضوعی که داری میگی با من، واقعا این خونه دوستم که الان هستم اینجا دو هفته است این آب گرم کار نمیکنه، تو دوش با آب یخ دارم قشنگ دوش میگیرم. ولی خونه خودم بودم میرفتم، من دیگه من تخم نیست، ولی کل اصلا آب سرد چون دوست دارم دوش بگیرم. ولی مثلا اگه خونه خودم بود با میرفتم هی هزار تا چیزو در میدم پیدا میکنم زنگ میزنم، الان مثلا تخم نیست آب سرد سرده باشه مثلا میاد. آره ما یه تو مکزیک اینو تجربه کردیم، تقصیر منم بود، آبو گیدم یعنی گاز گیدم. من نمیدونستم تو مکزیک گاز لوله گاز کشی ندارن، فکر میگم خب مثلا لوله کشی مثلا خونه که تو شدیم 4 میلیون دلار بود اجاره کرده بودیم، من فکر نمیگم خونه 4 میلیون دلاری خاک میاد با کپسول میذاره اونجا گاز. برای همین دم استخ تو از این مشعلای گنده داشت، مثلا آتیشش 4 متر میرفت بالا. آقا من دو تا روشن کردم 4 متر بالا رفتیم کلاب، یعنی آدمای کسون گفتم خب باشه دیگه گاز ما هم که پولش دادیم مجانی بذار بسوزه که برمیگردیم شعله ها رو ببینیم میام طرفش. برگشتیم شعله ها خاموشه، گفتیم آقا کی اومده خونه شعله رو خاموش کرده، صابخونه ما رفتیم اونجا دیدیم دیگه هیچی روشن نمیشه، گاز خونه روشن نمیشه، آب گرم دیگه نداریم. حالا ما هم اسپانیش بلد نیستیم به رفتیم چون نمیتونیم سفارش بدیم گازو. روز اول همه به فنا رفتن، روز دوم دیگه ریلکس بودیم، گفتیم اصلا آب سرد مهم نیست، هوا گرمه اینجا، داستان تموم کنم. روز سوم آبم تموم کردم، من باغچه ها رو آب میدادم، نگوش که شو آبشون هم لوله کشی نیست، یه تانکر میاد میریزه اونجا، من داشتم گلا رو آب میدادم خشک دیگه مکزیک. رفتیم دیدیم آبم قد شده، من همین دست های ننت دیدیم اینقدر بیشونی. این بدترین کاریه که تو زندگیم کردم، این بیشتر اشتباهی که تو زندگیم هم دادم بک تو بک این بوده. یه سفر رو قشنگ بگو دادی همین. آره وقتی خونه چهار منونی همه چوسی موسی اینجا همه هوا سرده، و اینجا جالبیش اینه که یعنی
این تکنیک باید تو آمریکا هم استفاده کنن و برای اینکه مردم کمتر آب و برق مصرف کنن و از این چیزا. یه آره. تیکر هستش اینجا روی سکرین نشون میده هر روز چند پوند داری خرج گرما و سرما و فلان میکنی. بس اونو میبینی که بعد به خاطر روسیه زده گاده اوکراین و دیگه بعد میبینی گاز و جنگ سر این چیزا همه چی گرون شده تو اروپا و تو نگاه میکنی تو این تیکره. مثلا من یه روز مثلا من بخاری رو تقریبا روشن نمیکنم تو خونه چون دلم نمیاد. مثلا بعد وقت دوستم میگه مهمه من پولش من میدم و اون بنده خداست که من خودم دلم نمیاد وقتی میبینم این تیکره داره هر روز مثلا 5 پوند میفته برای گرم. میگم 5 پوند فقط بدم برای که دو تا بخاری روشن بشه تا اصلا بخاری همه خرابه فقط یه دونهش کار میکنه. من آقا دو تا پولیور تنم میکنم. وقتی چچت میبینه قیمتشو که داره بالا پایین میشه بیشتر چون آخر ماه یه امیدی $200 میدی یا $100 میدی یا $500 میدی اون قبلش فکر نمیکنی و یه هر روز داری نگاه میکنی داره قرون قرون کم میشه. نه یه جوری سایکولوژیکلی رو تاثیر آره. میذاره که من امکان نداره بذارم مصرف کنی. من اینو بذارم دیگه همه خونم خاموشه با شمع زندگی میکنم. تو میگی الکسا ترن اوریثینگ آف. آره خلاصه میگم من همچنان در دنبال میتونی به من بگی جست... اون لحظه ای که باعث شد با دختره بگی دیگه نمیخوام با هم باشیم چطوری بود؟ تو شروع کردی ببین. اون شروع کرد ببین یه چیز دو تا چیز نبود. بعد از این شو به تعریف میکنم بیشتر توی جزئیات و اینا چون نه فقط لحظه بریک اپ رو میخوام بدونم کی کرد کی اومد جلو ریاکشن نفر ببین من آرزو داشتم یک بار نقشم هم کار کرد که یه کاری کنم که اون با هم به هم بزنه. من چون نمیخوام با اون بزنم چون ترجیح که اون باشه توپ تو زمین اون باشه و اون فهمیدم، فهمیدم. اون برینه به من اون وقتی که من گفت آره بهتره که رابطمون چیز باشه من اصلا تو دلم داشتم شادی میکرد. یعنی اصلا پارتی بود. نو نه بیبی آی لوف یو. آره ولی آره اینجوری بودم که اوکی کاملا درک میکنم و احترام میذارم و فلان. بعد در خونه که رفتم بیرون اینا این فیلم مثلا میپرن مثلا یا تو هوا فریز فریم میشه مثلا یه صحنه بوی خوب میومد بارون خوشمزه بود میخواد ببوسه. نه ولی یکی دوتا چیز هم این مجموعه چیزهایی بود که واقعا خیلی سخت بود که میگم که در موردشون نمیشه الان اینجا صحبت کرد. بعدم شاید یکی دو سال دیگه صحبت کنم ولی چون فرش هنوز و به احترام اون آدم و واقعتش اینه که اصلا یه ذره میترسم حتی از این آدم که حتی بیاد یه جوری ترجمه کنه اینو گوش کنه. یعنی بعضی آدم هستن که ازشون میترسی واقعا تهدیدت میکنن به مرگ و یک زندگیتو نابود کنن. دروغ چرا واقعا از اون ترسه ترجیح میدم که زیاد وارد این داستانه به اون صورت نشم. ولی خلاصه داستان اینجوریه که من احساس میکنم تو این رابطه نقش یه مترسکی داشتم که به حالت خیلی اورینتالیستوری میدونی یارو انگار چون از یه آدم از خانواده خب خیلی مطرح و پولدار و فلان و چیزی بود من بیشتر حالت یه مثلا مای فیر لیدی نمیدونم دیدی اون شوش یا پیگ میلیون رو خونده باشه که مثلا به عنوان یک مترسک اگزاتیک شرقی که مثلا من آوردم و از توی جوب کشیدمش بیرون. من اینجوری بودم که بابا من برای خودم آدمی ام و قبل از اینکه با تو آشنا بشم برای خودم این رزومه و تاریخچه‌ای داشتم. فهمیدم تو رو کردم پروژکت چیزش چریتیش و اینکه آره و هی برگمش برمیگشت من میگفت برای تو برای به من میگفتش که باید برات افتخار باشه که با من هستی. مثلا کسی با من اینجوری صحبت کنه اصلا برای مهم نیست تو پرنسس دایانا باشی یا مادر تریسا باشی اصلا تو هم نیستش. یعنی واقعا من میفهمم با هر انسانی ها یعنی فقط من نیستم هر کسی با تو این اینجوری صحبت بکنه که بگه برای تو افتخاریه که با من باشی اصلا یه جوری میسوزی که دیگه نمیشه جمعش کرد. یه حس ناخوشایندیه که میگم اصلا چرا اصلا آدم با همچین حرفی از دهنش در بیاد. ولی من اگه جای رامی بودم میگفتم معلومه که افتخار میکنم. فکر میکنی احمقم تو چرا احمقی که من میگی معلومه پات پات تو دهنم معلومه بهت افتخار میکنم چی فکر میکنی چه میدونم نه میدونی یه ولی واقعا من به اعتقاد دارم آقا واقعا آدم به همون قدری که برای خودش احترام قائل دیگرانم به تو احترام قائل خواهم بود سوهل. یعنی من واقعا بهش اعتقاد دارم. یعنی تو تایی خطش هم میدونم این حرفا رو میزنی که آره منم این کارو میکردم و فلان اینا. آره واقعا پول و شهرت و استاتوس و همه این چیزها یه کامفورت ها و راحتی هایی میاره تو زندگی شکی توش نیست. ولی میدونی اون بهترین رابطه همیشه رابطه های سالمه تا
حالا چه عاشقونه باشه چه رفاقتی باشه چه میگم با رابطه‌ای که شفاف و سالم بهترین رابطه‌هان و موندنی‌ترین و جاودانه‌ترینن. برای همین منم آدمی‌ام که دوست دارم رابطه‌ام همیشه اونجوری باشه و یه ذره وارد جاده خاکی که میشم از خودم هم بدم میاد، میگم آقا تو الان اتنتیک نیستی، تو الان واقعی نیستی با قلبت با خودت تو این رابطه‌ات و این درست نیستش. چه جالب اینو بگم، من وقتی که النا تو زندگیم نبود با دختر قبلی تموم کردم، نشستم آقا تو خلوت خودم همینجوری مثل تو ریلکس تو خونه خودم تنها بدون کسی کاری داشته باشه، داشتم فکر میکردم، داشتم میگم که چرا من هر دفعه دختری رو پیدا میکنم که به من ربطی نداره، مثلا وضعش خوب نیست یا فلان. مثلا گفتم آقا میدونی این دفعه من چی میخوام؟ من یه دختر میخوام که لاغر باشه، خیلی به خودش برسه، مثلا 7 صبح بلند شه بره بدو تو بارون، بعد به خونم برسه، کارم داشته باشه، 1.2 میلیون هم پول داشته باشه، همون حالی که من الان پول دارم. این آدم بیا تو زندگی من دیگه با این مشکلی نخواهم داشت دیگه، همه چیو مساویه. آقا النا ظاهر شد، بعد ببین دونه به دونه چک کرد، خب بغیر از 2 میلیون رو همه چیش چک 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 اومد تو. بعد دیگه ما رفتیم تو رابطه. بعد النا که میخواست از شوهرش جدا بشه، یه داستانی داشتن، خونه‌شون رو مثلا مامان بابای پسره کمک کرده بودن بخرن، بعد واسه همین النا نمیگرفتش به خاطر اینکه اونا خریدن، از این سبب داستانی داشت که بعد مثلا داشت صحبت میکرد که آره مثلا از اینجا و اونجا مثلا ما 100 هزار دلار پول، مثلا 200 دلار پول داریم که نصفش کنیم 100 تا میرسه، خونم که مثلا نمیرسه. منم تو ذهن خودم گفتم که ای بچه خوب شد 100 دلار هم پول داره باش میاد، باز اونقدی که من میخواستم نیست، با 100 دلار میاد یه به دردی میخوره، یه کاری میشه باش کرد و اینا، خوشم دختر کاری و از این حرفا مشکلی نداره. بعد یهو زد و پسر رفت پیش وکیل، وکیل پسره بهش گفت که نه گو خوردی، دختره همه چی رو ازت میتونه بگیره، اگه هم نخوای بدی بدتر میشه، واسه همین داستان درست نکن باید بهش بدی. یهو تلفن زد یه روز مثلا اینا با هم روسی رفتن، گوشی قطع کرد، گفتش که آره من داره 2 میلیون دلار میاد تو حسابم. ببین اصلا نمیتونستم رام این باور کنم که این اتفاق داره میفته، میگفتم وات دی فاک تک تک. بعد بخوام احمق الاغ چرا گفتی 2 میلیون، میگفتی 200 میگفتی. عجب خریه بسرم. دقیقاً النا این شد و خوبم رفته جلو، ولی به جون مامانم دارم شطرنج بازی میکنم، یعنی هر روز صبح که خواب بلند میشه فکر میکنم به جوابی که میخوام بهش بدم، امروز میخوام بهت کامپلیمنت بدم یا نه، دیروز بهت دادم امروز بدم پررون میشی. ببین یعنی نان استاپ دارم شطرنج بازی میکنم، اگر وایسی بازی تموم میشه، نمیگم کی برنده است کی بازنده، بازی تموم میشه. اگر رابطه رو دوست داری باید شطرنج رو بازی کنی. چه نکته جالبی. بقیه بچه‌ها که دارن گوش میکنن کامنت بذارن این بازی شطرنج همچنان تو رابطه شما وجود داره یا تموم شدنی هستش یا نه تا ابد میره. دوست دارم نظر بچه‌ها رو بشنوم، کامنت بذارن. چون من اینو دیدم به چشم که اگه تو بازی و وایسی بگی که اوکی آقا یونو باد من بازی میکنم تو بازی کن، بزن همه رو بکش حالشو ببر، بازی تموم میشه تو باختی بازی هم تموم شده، تو میگی من با تو خوبی کردم، چجوری هم بازنده شدم هم دیگه بازی وجود نداره من بازی کنم، چرا خوبه؟ این خیلی مثالی که من چند روز باش کامام کردم سر روزش واقعا میک سنس میکنه. مثال خیلی خوبه. منو برد تو فکر، چون منم آدمی ام که فکر میکنم شاید بازی رو درست بازی نکردم چند وقته، و اگه شاید درست بازی میکردم نتیجه فرق میکرد. روزی که وایسی بازی کردن هم میبازی هم بازی تموم میشه، این دو دفعه میره تو کونت. من اینو از دوست اخره قبلیم به قلب کشیدم و گفتم من رابطه بعدیمو یا نمیرم توش، یعنی من خودم قسم خوردم که دیگه نمیرم توی رابطه. بعد النا که پیدا شد انقدر خوب بودی که دوستش صمیمی اومد گفت یو تو دیوانه ای، من 13 سالگی تو رو میشناسم، 1 هفته تو سینگل نبودی، همیشه با یه انی بدتر از ان دیگه دوست بودی، حالا یه بار دختر دوست من تو زندگی، این چیه داستانت؟ من دیگه نمیخوام رابطه باشم. اینو دایس بگیری میره ها. بس سر همون با النا هوکاپ کردم و گفته بودم اگه من با دختر یه وقتی هوکاپ بکنم امکان نداره دیگه کوتاه بیام، چیزایی که میخوام و میگم، وای میستم پاش، آقا من غذا میخوام هر روز تو خونه، دو بار در عوض غذا میخوام، من کاری ندارم تو کار میکنی کار نمیکنی مریضی، آقا من کلم اصلا من آدم بی جنبه، مرد قدیمی، مرد سالاری روانی ام، این من ان منم دیگه، اگه منو میخوای بیای تو خونه من اینا رو باید قبول کنی. النا داغونم باشه بهش میگم برو واسه من غذا بیار، بعد میگه بابا من صبح تا شب کارم، تو همش خونه بودی، میگم ربطی نداره،
دعوا میکنیم. منتظرم اپیزود النور رو ضبط کنم بریزیم سرت کتکت بزنیم قشنگ حسابی. آره مطمئنا فوش که میده خب، ولی ولی رابطه هپیه دیگه، رابطه داره میره جلو، شبا خوب میخوابه، صبح با خنده بلند میشه. هم توی دنیای تو درسای برای یاد گرفتن هستم، تو دنیای من و من فکر میکنم با شعرهایی که ما میگیم شنونده و بچه ها شاید لابلای حرفای ما یه چیزی پیدا کنن که باش ارتباط برقرار میکنن، مخالفن یا موافقن و میدونم یه سری هم شاید بگن آقا این ادبیاتی که شما استفاده میکنید فلان، اصلا اینو من هم نیست آقا، ما به قول سوهیل این ما داریم سعی میکنیم خیلی آنست و خیلی واقعی در مورد اون این فکرها با شما بلند بلند صحبت کنیم. یه جایی فکری ما طبیعتا اشتباه خواهد بود و با اینکه فکرها رو هم دیگه بذاریم و صحبت کنیم فقط میتونیم جلو بریم و یاد بگیریم. خلاصه خدا تو قرآن اشتباه کردی چه برسه به ما. خیلی خوب گفتی آقا، رو همین جمله هم تموم کنیم بریم، یه ساعت شد. دمتون گرم، دیدی گفتم من میدونم حال کردم. آی لوف یو فیک میزنیم تا صبح ما میتونیم بریم ادامه بدیم. آخه خوب زندگی اینترستینگ، من دوست دارم شیر کنم بفهم. ما فقط مسجد تر بود بشیم در آینده دیگه، توی مسجدی که میایم دیگه من آمدم من واسه چتی شو من از کائنات و الهیات و فلان اینا. برعکس دمتون گرم. این ویدیو رو هم هر دو جا آپلود میکنیم، هم تو کانال کینگرام هم تو کانال سوهیل اقتصادی. اگه تو این ورین لطفا اون ور یه حالی بدین، اگه اون ورین این ور یه حالی بدین. دمتون گرم، شب خروز خوبی داشته باشین. چاکس چاکس.